بسیت دیشمایا و شلوم حضور دوستان عزیز، باروخ هشم که خاک شبوت رو پشت سر گذاشتیم و به عزت هشم به استقبال موعدهای آینده خواهیم رفت. معمولا میدونیم که شبوت با همه این موعدها فرق میکنه. مثلا ما سوکوت داریم که سمبول اون سوکاس، سوکا درست میکنیم. پسخ داریم که سمبول اون متساس که مسته رو درست میکنیم و مسته میخوریم. ولی شبوت میبینیم ظاهرن خیلی تفاوت داره با بقیه مویده. اولا که ظاهرن سمبولی نداره، بعد از اونم یک روزه. سوکوت و پسخ 7 روزه، ولی شبوت فقط 1 روزه. و حتی تاریخ اونم در تورا ظاهرن ذکر نشده. فقط تورا فرموده که 50 روز بعد از فردای پسخ بشمارید تا برسید به شاووت متن تورا. و میبینیم که تاریخش هم باز متغیره. بعضی وقتا شاووت 4، 5، یا 6 سیوان واقع میشه، بخاطر که بعضی اوقات مثلا ماه نیسان و ایار اینا 29 و 30 روزه میشن، ایار 29 روزه، بعضی وقتا 30 روزه. اینی که 1 روز کم زیاد که میشه، درجه متن تورای ما برای که 50 روز بشماریم رو تاریخ‌های 4 سیوان یا 5 سیوان یا 6 سیوان یا 7 سیوان قرار می‌گیره. روی همین اصلی که ما این موعد رو 1 روز می‌گیریم و چون در انتظار تورا هستیم و برای متن تورا جشن می‌گیریم، این موعد رو جنبه روخنیوته بیشتری بیش دادن و به اصطلاح جشن توراس و سمبولش همون توراس. و تورا میخواد به ما بیاموزه که بعد سر تا سر سال، هر لحظه، هر دقیقه باید شما در آموزش تورا باشید. میدونیم که برای آقایون حتی 1 لحظه بیتول تورا کردن مجاز نیست و همیشه باید یا مشغول میسفود باشند یا انجام دستورات هشم یا آموزش تورا یا هر کاری که به اصطلاح حتی برای بدن مفید هست مثل خوابیدن. ولی مثلا اگر برنامه‌ای هست که بیتول تورا داشته باشه، اون جرم داره. روی همین هم است که ما این موعد بزرگ روخنیوت رو که سمبول متن توراست و دریافت توراست در تمام عرض سال، اون سمبول رو داریم که باید دائم در آموزش تورا باشیم. ولی در این مورد در تعلیم شماره 19، میزمور شماره 19، پاسخ 11 هم داوید ملخ یک جمله خیلی معروف رو میفهمد که هنخمادیم میزه و میپذراو اون توقی میده بش به نفت صوفیم. میفهمد که مطالب تورا از طلا و جواهرات عزیزتر هستند و از اصل و آنچه که از کندوی اصل آید میشه باز و از اون میچه که هنوز شیرین تر هستند. شلوم همرخ میبینیم که در شیر شیرین باز فصل 4 میفهمد که دوش و خلاو تخد لشونخ، که تورا از اصل و کندوی اصل نیست شیرین داره. حقیقتا باید دریافت اینکه منظور اصلی داوید ملخ و شلوم ملخ در چیه که میفهمان تورا از اصل و کندوی اصل نیست شیرین تره، و همچنین که منظورشون است که تورا از اصل و همچنین از طلا نیز شیرین تر و لذیذتر، منظورشون چی هست؟ می‌دونیم که ارزش و محبوبیتی که در طلا هست در اصل یافت نمیشه و ارزش و حلاوت و اون شیرینی که در اصل وجود داره در طلا یافت نمیشه. طلا که نمیشه خود، مزه‌ای نداره. در قهلت فصل 5 می‌فهمه که اوهف کسف لویس بکسف، دوست داره پول و طلا و ثروت هیچگاه سیر نمیشن. اونایی که عاشق پول و طلا هستن هیچ وقت سیر نمیشن. و این طبیعت انسانی که هرچی بیشتر مال و ثروت داره هنوز هوس‌های زیادتر و جدیدتری هم داره.
و بیشتر به دنبال مالندوزی است. ولی در اصل این چنین خاصیتی نیست. اصل وضعیت داره که در پلوتره و نقره موجود نیست. وقتی که اصل رو وارد دهان ما میکنیم، بلافاصله حلاوت و شیرینی اصل رو فوراً حس میکنیم. ولی به طور مثال شخصی که حقوق بگیره باید صبر کنه تا آخر ماه یا آخر هفته حداقل، سپس با اون پول محتاج زندگیش اون چیزی که احتیاج داره تهیه کنه و سپس بعد از اون هست که لذت اون رو میبره. مثلا به عنوان مثال شخصی کار میکنه، زحمت میکشه، بعد از هفته که حقوقش رو میگیره به بازار میره و به طور مثال مثلا احتیاج به یک دست مبل داره، تهیه میکنه، به منزل میبره و با دیدن اون لذت میبره. درجه این پول به دست آمده لذت آنی و فوری نداره، مثل اصل نیست که فوری دهان رو شیرین میکنه، بلکه بعد از گذشت زمانی به اون لذت میرسه که کار کرده، زحمت کشته، پول در آورده، اون وقت رفته مبل رو خریده و بعدن داره لذت میبره. حالا دو خاصیت مختلف در طلا و عسل وجود داره. شخصی که مشغول آموزش تراست احتیاج به صبر و تحمل نداره که بعد از گذشت زمانی و مدتی شیرینی ترا رو حس کنه. همانند عسل که فوری در دهان میذارن و شیرینی اون رو حس میکنن، بلکه وقتی که به اصطلاح یک یهودی در شیعورهای تورا حاضر میشه، فوراً شیرینی و حلاوت تورا رو حس میکنه. همونطور که در تری میفهمد که تعمو اور او کیتو وشم. پس بلافاصله که انسان اثر رو میچشه و فوراً طعم شیرینی و جذابیتش رو حس میکنه و احتیاجی به تلاش هم نداره که بخواد کار براش انجام بده. از طرفی هم انسان وقتی که مثلا تورای زیادی رو آموخت، هیچگاه از اون خسته نمیشه و خواستشالون از اون متنفر نمیشه، بلکه در این مورد تورا تشبیه میشه به طلا و نقره که هرچه انسان به دست بیاره هنوز تمایل به بیشتر جمع کردن داره. نشامای ما نیز این چنینه. هرچه انسان بیشتر روحنیت رو کسب میکنه، روح انسان مراحل و درجات بالاتری رو طی میکنه و بیشتر مشتاقه. در فصل چهارم شیر شیریم گفتیم که شلومو املیخ میفهمه که دوش به خلاف تخل لشونخ. شیر و عسل همیشه در زیر زبان تو و در دهان تو باشد. شلومو املیخ به اصطلاح آموزندگان تورا رو به عسل و شیر تشبیه میفهمه. چرا؟ ما فرمولی رو داریم که میفهمد که حبا من حتامه تامه. هر چیزی که از یک چیز تامه به وجود میاد تام است. مثلا شتر برای ما حرومه، پس شیر اون هم برای ما حرومه. ولی این در موضوع در مورد زنبور عسل صادق نیست. زنبور حشره است که تام است که نمیشه اون رو استفاده کرد و خورد، ولی عسل اون تامه نیست، طهوره. چرا اینطوریه؟ خزال میفهمه که زنبور عسل تولید نمیکنه، بلکه همانند به اصطلاح یک لوله شیره گل رو میکشه و بعد از فعل و انفعالاتی که این شیره رو روش انجام میده بعد از اون از بدن خارج میکنه و بدون هیچ گونه دخالت روده و معده و دستگاه داخلی معدهش این رو میده بیرون. پس سوال میشه، پس چرا شلومو املیخ به صورت تشبیه کرده شیر و عسل رو به آموزندگان تو را؟ برای رسیدن به جواب این موضوع، افرادی که تو را رو میآموزند دو تا شرایط دارن. اول اینکه تو را رو جذب میکنن و می آموزن و بعد به دیگران انتقال میدن. یکی از موردهایی است که آموزندگان تو را دارن. همانند زنبور
که شیره گل رو جذب میکنه و از طرف دیگر به بیرون میفرسه. دوم این که شرط دوم ماده گاو، و میدونیم که هر روز شیره تازه تولید میکنه. آموزندگان تو را هم این چنین عمل میکنن، هر روز خیدوش و موضوع جدید رو کسب میکنن و به دیگران انتقال میدن. هشین برخ به انسان نیرو میده که تو را رو بیاموزه و به دیگران هم انتقال بده. حالا گاو تا زمانی که شیرش رو میدوشن شیر میده، اگه شیرش رو ندوشن و شیر رو از بدنش خارج نکنن، گاو هم از شیر دادن باز میسته، توقف میکنه، شیر نمیده دیگه. انسان هم این چنینه، اگه بیاموزه و دانش و معلومات خودش رو به دیگران انتقال نده، هشین برخ همه نیروی کسب و دریافت مطالب جدید رو از اون میگیره و هیچ گونه پیشرفتی در دریافت مطالب جدید خیدوشیم رو نخواهد داشت. یه نظر دیگر هم وجود داره که خلخامی میفهمن که شیر و عسل هم سمبول تبدیل از تامه به طهور هستن. منظور چیه؟ منظور این که در بدن گاو خون هست که باعث میشه شیر رو بسازه و تهیه میکنه. پس یعنی از یک موضوع تامه، از یک چیز تامه مثل خون، یک طهور وجود باشه، شیر که خون، میدونیم که خون تامه است. البته این در مورد گاو و حیوانات حلال گوش ما داریم صحبت میکنیم. زنبور نیز این چنینه، اگرچه خود زنبور تامه هست ولی عسل که محصول به دست آمده زنبوره شیرین و خوشتم و حلاله. درجه آموزندگان تورا هم به دیگران آموزش میدن همین که خاصیت رو دارن که خودشون رو از وضعیت تامه و تومعا به طهارت و قدوسیت سوق بدن. خزار برای این جمله دوش و خلاف تقد لشونخ میفهمند که یکی از دلایلی که مردم در صبح روز شاووت غذاهای لبنی و شیری مصرف میکنن به همین دلیل است که خلاف سمبول قسمت پوشیده و نیستار و رمزهای توراست. خلاف نمایانگر پنیمیوت و مطالب عمیق و داخلی توراست. و از جمله این، در این جمله که به سر خلاف تخت لشنخ استنباط میشه که دائم باید در پی آموزش دیدن و آموزش دادن تورا بود. در سفر یوشوع فصل اولش میفهمد که به هاگیتا بو یومان و لایلا، یعنی باید هر فرد یهودی به خصوص آقایون دائم در حال آموزش تورا باشن روز و شب. ما همچنین میدونیم که دبر تورا به عسل تشبیه شده. میشنه برو را مینویسه که عسل از اون حشره به وجود میاد که طبق نظر تورا شخص نامیده شده و این حشره تام است، ولی عسل اون پاک و طهوره. روی همین اصل میشنه برو را میفهمه که وقتی شخصی به تورا آموختن میپردازه، درجه متهر میتوم آتو، از ناپاکیش پاک میشه و این حکم تغییر ناپذیر حق و شروخوی که یوتسه تاهور میتامه. یعنی مثال میاریم، مثلا ابراهام آوینو پدرش کافر بود ولی خودش مقدس‌ترین شخصه. در نتیجه وقتی شخصی به آموزش تورا مشغول میشه، اونگاه همانند عسل میتوم آتو ولی تهراتو، از یک موضوع ناپاک یک موضوع پاکی به وجود میاد که حتی در مورد خود اون شخص نیز به تنهایی صادقه که اون شخص بالاخره، هر شخصی ممکنه تومعی داشته باشه، ممکنه افکار منحرفی داشته باشه، ممکنه مثلا گناهی کرده باشه، به هر حال از همین تومعا تهورا وجود میاد. در نتیجه یک یهودی حتی زمانی که تا
تامه از گناهان هست، این تومعه تعلقی به اون نداره، چیزی که به اون ملحق شده، به اون چسبیده و با مشغول شدن به آموزش تورا و درنچه از رفتن به طرف قدوسیت از تومعه خارج میشه و به تحرام میرسه. شالوم و برخا.